همیهنان گرامی، باز هم به شما سلام. این آخرین بخش و یکی از جالبترین بخش های برنامه امروز فند تاریخ، یک شنبه 13 بهمن 1392 یا دوم فوریه 2014 میلادی خواهد بود. روی سایتی چه باید کرد؟ بعد از این برنامه هم میتونید برید و یک برنامه از آقای فضائل عزیزان که دارای سایت اینترنتی عزیزانپرس.com هستند، یک کلیپی روی سایت چه باید کرد هست، اون رو میتونید تماشا بکنید. راجع به اون کلیپ که من دیشب از آن مطلع شدم و به آقای عزیزان تلفن کردم و از ایشان استدعا کردم که در این برنامه با ما سخنی بگن، امروز این میسر شد و آقای عزیزان همکنون روی خط تلفن با ما هستند. حتی تصویر ایشان را هم وقت نشد که روی برنامه بگذاریم که شما دائم فقط قیافه منو تماشا نکنید، ولی به هر صورت مهم سخنان آقای عزیزان هست. آقای فضائل عزیزان رو من تازه نشناختم. آقای فضائل عزیزان در زمره نادر جوانانی است که از ایران بیرون اومدن و نه به سیایه پیوستن، نه به رادیو تلویزیون های لس آنجلسی پیوستن، نه از کسی پولی دریافت کردن. من اگر خاطره خود رو راجع به مسائل مالی با آقای فضائل عزیزان که وقتی میخواست این اینترنت عزیزانپرس.com رو را بندازه، حتی من مقداری از مانیتور و نمیدونم لوازمی که دیگه کارش نداشتم برای ایشون فرستادم. بنابراین نمیشه به این، همونطوری که عرض کردم، از نوادر جوانانی که به ایران از ایران به امریکا آمدن و استقلال و سلامت فکر خود رو حفظ کردن کم بها داد. واقعا من که به ایشان بسیار بها میدم. همانطوری که در روی اون کلیپ میبینید، آقای عزیزان پرده از رازی برداشتن در روز گذشته گویا یا یکی دو روز گذشته، و آن عبارت بوده است از اینکه آقای رضا پهلوی از همسرشون خانم به نظرم یاسمین جدا شدن، طلاق گرفت. خب طلاق گرفتن یک انسان یا ازدواج کردن انسانی دیگر، اما زن مرد، به طور طبیعی روزانه میلیون ها انجام میشه روی کره زمین، اهمیتی نداره. اما چرا آقای فضائل عزیزان به این نکته اشاره کردن و چرا من با ایشان الان میخوام مصاحبه کنم، دلیلی داره. بسیار ساده، آقای رضا پهلوی خود رو دائم مطرح میکنه، دائم مصاحبه میکنه، دائم موظف میشماره خودش رو که گاهی در قالب شاهزاده، گاهی در قالب غیر شاهزاده مدعی رهبری بشه، مدعی نجات ایران بشه. لذا این آدم مهمه که چی کار میکنه در زندگی، بسیار اهمیت داره. چگونه است که من که پیرو راه دکتر مصدق هستم و شما که کم و بیش از زندگی زندیات دکتر محمد مصدق خبر دارید، یک نکته سیاه، یک نکته خاکستری حتی در زندگی این رجل سیاسی بی نظیر و بی مانند تاریخ ایران نمی بینید. اما کسی که داعیه رهبری داره امروز، آقای رضا پهلوی،
طبیعتاً باید هر قدمی که برمی‌داره و هر کاری که می‌کنه مد نظر قرار بگیره. من زیاد در این مورد بیش از این حرفی نمی‌زنم. هم اکنون از آقای عزیزان استدعا می‌کنم که خیلی خلاصه بفرمایند که جریان چه بود، مسئله چه بود. آقای عزیزان من میکروفون رو به شما واگذار میکنم. درود بر شما آقای حسیبی جرامی. من ابتدا از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم از تیون شما با مردم صحبت کنم و این تعریف و تمجید هایی که کردید من امیدوارم واقعا شایسته این مسائل بوده باشم. خیلی ممنونم. همه جیم میدونید که ببینید با حداقل امکانات حتی من این تلویزیون اینترنتی آزاد و چه تو سایت عزیزم پرس گذاشتم با حداقل امکانات با کمک دوستانی مثل شما این امکانات فراهم شده، این حداقل امکانات که بتونیم صحبت کنیم و مطالب و مواضع خودمون رو بیان کنیم. اما برسم به این خبری که 48 ساعت پیش روی سایت عزیزان پرس.com مبنی بر جدایی یاسمین پهلوی یا همون خانم یاسمین اعتمادی از رضا پهلوی چه شد که این خبر مورد واکنش شدید سلطنت طرف ها قرار گرفت. من از چند روز پیش منابعی داشتم که اطلاع دادم که همچین اتفاقی افتاده و همسر آقای رضا پهلوی به علت این که آقای رضا پهلوی روابطی خارج از ازدواج داشته این مسئله باعث به وجود آمدن مشکل جدی در زندگی زناشویی شده و باعث شده که خانم سرکار خانم یاسمین پهلوی از ایشون جدا بشه و با فرزند فیروز آموزگار در شمال فرانسه زندگی کنه. یعنی آقای عزیزان خانم یاسمین الان رفتن به فرانسه و با پسر آقای سیروس آموزگار دارن زندگی میکنن یا ازدواج کردن، میدونید؟ اطلاعات دقیقی که من دارم اینه که حتی جدایی خانم یاسمین پهلوی به صورت رسمی نبوده و زندگیش با فرزند فیروز آموزگار آقای کامران آموزگار هم رفتیم. بسیار خوب. عرضم به حضور این خبر به لحاظ این که خیلی اهمیت داشت، من حداقل با 3 تا منبع که بسیار بسیار نزدیک هستن که بنابر دلایل بسیار واضح از نام بردن منابع البته میکنم. البته این خبر رو تایید کردم و من میدونستم که این خبر باعث ایجاد واکنش هایی خواهد شد و اما چون ببینید به حقیقت شخصا ملتزمم، صرف نظر از این که از این حقیقت چه کسی یا چه گروه هایی متضرر میشن یا منفعت میبرن، من به خود حقیقت التزام دارم. حقیقت باید گفته بشه بر مبنای اصل گردش آزادی اطلاعات و آزادی بیان. من این خبر رو کوتاه منتشر کردم، همین یک پاراگراف بیشتر نبود و جالب اینه 10 ساعت دقیقاً بعد از انتشار خبر خانم فرح پهلوی زنگ زد و از من تقاضا کرد. خانم فرح پهلوی یعنی مادر آقای رضا پهلوی به شما تلفن کردن، درست عرض میکنم؟ بله، دقیقاً 10 ساعت بعد از انتشار خبر زنگ زدن، خودشون معرفی کردن و با
این لفظ که پسرم از امکان داره این خبر رو حذف کنید که یا به دفتر شاهزاده زنگ زدن، خیلی عظیمی از مردم زنگ زدن و میگن همچین خبری منتشر شده. این مسئله حریم خصوصی ما آقای عزیزان تلقی میشه و من از شما خواهش دارم که اگه امکانشو دارید این خبر رو هست. ببخشید آقای عزیزان، ایشان نگفتن که این خبر صحت داره یا صحت نداره؟ ایشون نه خبر رو تایید کردن نه تکذیب کردن. من از ایشون پرسیدم که اگر این خبر صحت نداره، خانم پهلوی اگه امکانشو دارید من دو دقیقه مصاحبه کنید با من، صداتون رو ضبط کنم یا یک جمله تو فیسبوک یا سایتتون بنویسید تکذیبی رو، من به نقل از سایت شما بنویسم که خانواده پهلوی این خبر رو تکذیب کردن. این نمیشه که یه خبر رو بزنیم و بعد بدون هیچ توضیحی به مخاطبین خبر رو به طور کلی حذف کنیم. این غیر اخلاقیه و این به شعور مخاطب محسوب میشه. کاملا درست. بعد از این که خانم فرح پهلوی اصرار منو دید که من نمیخوام خبر رو حذف کنم، یک مکالمه کوتاهی داشتیم ماکسیمون 6-7 دقیقه، گفت میل خودتونه، من از شما خواهش داشتم و تصور میکردم که این مسئله امکان پذیره. من زیر بار نرفتم و با تأکید میکنم این استقلال یک سایت، استقلال یک شخص مهمه. آقای عزیزان ببخشید، شما در گفتار خصوصی که تلفنی با هم داشتیم قبل از برنامه اشاره به مطالب دیگری کردید که خانم فرح به شما گفتن که اگر این رو بردارید من چنین میکنم چنان میکنم برای شما، اونا رو هم اشاره بفرمایید. بله، ایشون گفتن که شما اگر این رو بردارید من به 16 دقیقاً عین همین، من به 16 میگم که هر از گاهی بیاد به صورت مرتب با شما گفتگو کنه. آقای عزیزان اعتبارتون میره بالا، شازده میاد شما گفتگو میکنه. من خندیدم، اصلا تو برای چین خندی؟ گفتم خانم فرح پهلوی اعتبار آدم به وجود خودش، به عمل کرد خودشه. آخه اینا سلطنت طلبا بیشتر چون خودشون هیچ شخصیت مستقلی ندارن و با نزدیکی با رضا پهلوی فکر میکنن که اینجوری اعتبار پیدا میکنن دیگه. مثلا من یا کنار رضا پهلوی عکس میگیرم میذارم تو فیسبوکاشون دیگه، فکر میکنن دیگه. تمدیدم گفتم که من همچین، من اعتبار من مردم به من اعتبار میدن، عمل کرده من در مورد مسائل سیاسی، موازی سیاسی من، فعالیت های حقوق بشری من، اینها برای من اعتبار می آوره. این چه اعتباریه که فرزند یک دیکتاتور پیشین بیاد با من مصاحبه کنه و من اعتبار بگیرم به اعتبار مصاحبم با فرزند دیکتاتور پیشین ایران؟ استدلال رو شما نگاه کنید چه استدلالیه. حالا سما زیر باز نرفتم آقای. بله ادامه بدید حالا. بله من زیر باز نرفتم و نهایتا از ایشونو من خواستم و ایشونم که دید که من با این واقعیت صحبت میکنم و اصلا برای من اهمیتی نداره اصلا رضا پهلوی چیه که من اصلا من بیام باهاش به اصطلاح مصاحبه کنم و به خاطر این مصاحبه به قول این من اعتبارم بگیرم. اگه اعتباری نه من همچین اعتباری رو نمی کنم. هر حال این مسئله گذشت تا 24 روز، کمتر از 24 ساعت آقای شهرام همایون که شاخصه دیگه، بزرگترین شاخص سلطنت طلبان در تلویزیون کانال وان ظاهر شد و همون ابتدا اومد و طبق معمول شروع به عوام فریبی کرد و همون اول برنامهش مدعی شد که صدها سایت سپاه
یک خبر رو دل کردن و مدعی شدن که همسر رضا پهلوی از رضا پهلوی جدا شده و ادعا کردن چون ایشون یه روز قبلش با آقای رضا پهلوی مصاحبه داشته، به خاطر اینکه خواستن اثر مصاحبه شهرام همایون رو با رضا پهلوی از بین ببرن، سایت‌های سپاس همچین خبری جعل کردن. یعنی در واقع اومد در روز روشن سایت منو گذاشت در جایگاه سپاه پاسداران. یعنی صدها سایت سپاه پاسداران، یکیش هم سایت شما بوده. اصلا این خبر به غیر از سایت من جایی منتشر نشد. لابد حالا خواهد گفت که منم از افراد سپاه پاسدارانم که امروز دارم با شما صحبت میکنم. اصلا یه ادعایی که قدیمی شده، اون اوائل خیلی مبارزین که برخی وقتا تو اپوزیسیون اختلاف می افتاد و هم دیگه را متهم به عامل جمهوری اسلامی بودن می کردن، دیگه این حنا. بله، من و شخص بنده رو در اوائل انقلاب یک آقای بود به نام حقوقی که فوت کرد، یک ورق پاره ای رو منتشر می کرد و دائم می نوشت که مثلا می نوشت که من در خانه حسیبی رفتم دیدم عکس قاب عکس خمینی 3 متر در 4 متر در سرسرای خانهش آویزان بود. شما نگاه بکنید وقاحت تا چه حد. و از اینا ما گوشمون پره، شما هم همینطور، اشکالی نداره، بفرمایید. بله، اومدن اینجوری با تهمت و افترا که معطوف به سابقه است. همیشه این سلطنت طلبان هر کسی انتقادی کرده یا مطلبی گفته که خوشایند اینو نبوده، به شیوه جمهوری اسلامی اومدن تهمت زدن، افترا زدن، همه‌شون بدون سند، بدون مدرک. 16 تا سرویس اطلاعاتی تو آمریکا اینا نفهمیدن که سایت فضایل عزیزان مال سپاهه. شهرام همایون بعد از اون خبر کشف کرد عزیزان پرس مال سپاهه. آقای عزیزان، ما 12 دقیقه به پایان این بخش از برنامه‌مون داریم. لطفاً هر صحبتی که میخواید بفرمایید در این 12 دقیقه جا بدید. حتما. و خلاصش میکنن این مطالب رو که عنوان کردن، شروع کردن در سایت ها و فیسبوک های خودشون هم لدن پراکنی های گستردهی کردن علیه من. عرضم به حضور ایمیل های مختلفی شد. من دیگه طوری شد که مجبور شدم تلفنم رو خاموش کنم برای مدتی، چون تا این طرفداران سلطنت فحاشی می‌زدن، فحاشی می‌کردن. و نهایتاً الانم که 3 روز از این خبر می‌گذره، آقای رضا پهلوی در این مورد سکوت کرده، نه تایید کرده، نه تکذیب کرده و هر چه بیشتر از سکوت آقای رضا پهلوی ادامه پیدا میکنه، صحت این خبر در نزد افکار عمومی باورپذیرتر میشه. مسلمه. آقای شهرام همایون هم که سخنگوی یکی آدم زنده نمیتونن باشن که از جانب آقای رضا پهلوی بیان تکذیب کنن. آقای همایون هم گفت تا اونجا که من میدونم آقای رضا پهلوی با همسرش زندگی زناشویی بسیار آرام داره و اینا هیچ مشکلی ندارن. یعنی جا رو برای فرارهای بعدی خودش باز کرد که فردا از این چیزی شد بگیم من تا اون اندازه که میدونستم اینجوری نبود. آقای عزیزان، من وقتی که الان شما دارید نمیخوام بگیرم، بعد از سخن شما در بخش دیگری قسمتی از مدارکی که در اختیار دارم در مورد فساد این خاندان که به ارث برده، آقای رضا پهلوی هم به ارث برده از این خاندان، از روی مدرک و از روی انتشاراتی که در اختیار دارم بیان خواهم کرد. شما بفرمایید صحبتتون رو تموم بکنید. خواهش میکنم. همونطوری که فرمودید این فساد در خاندان پهلوی ژنتیکیه. بله. اینا
به ارث برده و موروثیه و این مسئله این فساد انقدر برجسته و عیان است. اسناد مختلفی وجود داره، از حسابدار آقای رضا پهلوی گرفته تا اون کسانی که قبلا در دربار بودن، اینقدر مدارک فراوانی وجود داره که اگه بخوایم تک به تک اینا رو بررسی کنیم، من فکر می‌کنم ماها و ساعت‌ها وقت لازم داریم. درست. با استناد به این اسناد این مسائل رو عنوان کنیم. در هر حال آقای حسیری عزیز و گرامی، من باز از شما تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور پیدا کردم. حتما، امیدوارم این آخرین بار نباشه. هنوز چون وقت داریم در مورد جمهوری اسلامی هم بفرمایید، تا اینکه توازنی برقرار بشه و نتونن برچسبی بیش از این به شما بزنن. من آخرین مطالبی که خوندید چند دقیقه ای حرف بزنید. همینقدر عرض کنم، اینقدر یعنی برنامه های من یعنی اکثران اگه اینا بذارن 90% برنامه های من در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی، در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی. و من بیش از 200 برنامه تو یوتیوب از خوشبختانه تو آرشیوش موجوده و همش مشخصه. شما نگاه کنین این سلطنت طلبا، ببینید مثلا من همین چند ماه پیش با سخنگوی سازمان دشولت آقای ریجی مصاحبه داشتم. بله. هیچ کدوم از این سلطنت طلبا جرات نداشتن به سازمان دشولت به خاطر این شما بارده. سازمانی چی؟ جیش العدل، همون جندالله. جیش العدل، بله بله بله، آقای عبدالرؤوف ریجی. بله بله، برادر اون ریجی. شما نگاه کنید، مثلا من همین 4 ماهی پیش اینو مصاحبه رو انجام دادم، 10 روز بعد پدر و مادرم رو گرفتم، 13 روز تو گروگان وزارت اطلاعات بود به خاطر اینکه من مصاحبه کرده بودم با آقای عبدالرؤوف ریجی، سخنگوی سازمان جیش العدل در پاکستان. متوجه؟ یعنی توابز مردم همه فعالیت ها رو میبینن، تنها این مسئله نیست که خب همچین مسئله هم با توجه به این که من کار وبلاگ نویسی و خبر نویسی هم میکنم، خب همچین مسئله رو خودشون بزرگ میکنن. من این خبر دادی بودم خب همون میشد، ولی اینا خودشون چش دادن مسئله رو، با تهمت زدن، با استفاده از تلویزیونی که تو هاتفرس دارن اینو. اصلا امکانات من با در مقایسه با امکانات سلطنت طلبان امکاناتی نابرابریه، ولی من به خودم آقای حسیبی یه چیزی رو باید واقعا به خودم میبالم که یک سایت ببین چه غوغا میکنه که سلطنت طلبان همه امکانات رادیویی تلویزیونی خودشون روی ماهواره علیه یک نفر آدم و یک سایت تأثیر کردن. این برای من این تأثیر پذیری کارهای ما رو نشون میده که جزل امکانات چه تأثیر و چه زلزلهی در کیف سلطنت طلبان ایجاد میکنیم. و در قبال جمهوری اسلامی هم مبادی هم شما روشنه هم بنده روشنه و همیشه خواهان سرنگونی رژیم بودیم، همیشه علیه این رژیم مبارزه کردیم و خواهیم کرد. و تشکر. مسائل دلیلی هم نمیشه که ما به اصطلاح یک رفتی بدم به جمهوری اسلامی. مشخص همه کاملا من قبول دارم، فقط خواستم شما اشاره بکنید با زبان خودتون. تشکر میکنم آقای عزیزان، تا برنامه بعدی صداتون رساتر باد، و پیجتون محکمتر و پابرجاتر باد و همچنان فعالیت بفرمایید و ما هم استفاده میکنیم از سایت www.azizanpress.com و تلفنی هم با شما صحبت خواهم کرد که در برنامه‌های ویژه دیگری در آینده بر روی تلویزیون پند تاریخ با ما همکاری داشته باشید.
سپاسگزارم، زنده باشید. درود بر شما. خب همیهنان گرامی، چون 5 دقیقه ای مونده وقت، من دیگه وارد 30 دقیقه بخش دیگر نشم. فقط یک مجله به نام مجله پارس در اختیار دارم. آبان ماه یعنی نوامبر 2007 این منتشر شده و من این شماره رو در اختیار دارم. یکی از دوستان فرستادن این رو برای من، مدتی پیش البته فرستادن. من فقط برنامه دارم که از این پس در هر برنامه هفتگی یک شنبه ها بخشی از این مجله رو از اول تا آخر براتون، یعنی همش رو خونده باشم، خوب یا بدش هر چی که هست. در صفحه اول این مجله فهرستی داره، فهرستش اینه: فرح دیباج چی در پرانتز دیبا و نابودی ایران. حالا میرسیم به این مطلب در برنامه های آینده، ولی اینا فهرست مطالب این شماره است. حوادث عشقی فرح، فرح و زاهدی، اینا هر کدومش یک بخشیه که در این مجله هست. فرح و لیلی امیر ارجمند، فرح و کریم پاشا بهادری، فرح و رضا قطبی، فرح و ژان دزونوا، باید فرانسوی باشه نمیدونم، حتی نخوندم من این رو. فرح و فریدون جوادی، فرح و احسان الله نراقی، فرح و داریوش همایون، فرح و فائزه رفسنجانی، فرح و پرویز ثابتی، فرح و فراماسونری، فرح و پرویز ثابتی دوباره، حالا نمیدونم چرا دوباره، این رو حالا بهش خواهیم رسید. و آخرین بخش فهرست خاطرات تاج الملوک. اینها فهرست این مجله است که از شماره بعد برای شما خواهم خوند. و ضمناً در همین صفحه اکاش بتونید بخونید، اینجا که انگشت من بود، انگشت من هست، نوشته حکومت اسلامی در ایران محکوم به نابودی است و این مهم با همیاری و رزم فرزندان ایران زمین به زودی عملی خواهد شد و پس از یک دوره انتقالی به ایرانی آزاد، آباد و سرفراز دست خواهیم یافت. بنابراین این مجله هم با شیخ هم با شاه مقابله داره. از این نوشتش شما میتونید متوجه بشید. بنابراین فقط این مجله یا فقط آقای عزیزان یا فقط این جانب بر ضد آقای رضا پهلوی یا خاندان پهلوی نیست که حرف میزنیم. ما شیخ و شاه رو هر دو دست رد به سینه شون زدیم و خواهیم زد همچنان تا پایان او، تا روزی که ایران نجات پیدا بکنه از شر هم شیخ و هم شاه. واقعا فساد این خاندان پهلوی و این عشق و علاقه‌ای که تلویزیون های لس آنجلسی به حضرت ایشان دارن بسیار عجیب غریبه که مملکتی دارای مبارزینی باشن که زیر شکنجه سواک مردند با تکه های بشقاب غذا شکم خود را پاره کردند که از شر و از درد و شکنجه، از درد شکنجه ها مسون بمانند، بمیرند. به اینها
اینها عشق می‌ورزن به این نظام و همچنان تلویزیون اندیشه، تلویزیون پارس و دیگری، اون یکی که ایران آریایی از این مزخرفات، دائم به اینها عشق می‌ورزن، ولی نیم نگاهی هم حتی به آنان که جان در راه این ایران دادن، به دکتر فاطمی، به جوان واقعا نابغه‌ای که در تاریخ ایران نمونش یافت نمیشه، کوچکترین علاقه ای نشان نمیدهند، ولی دائم دنبال این آقای رضا پهلوی هستن. شما از اینجا پی ببرید که این تلویزیون ها چه کارن. روز روزگارتون خوش، حرف زیاده، مطلب زیاده و امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونم بخشی از حرفا رو بزنم. زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت اجتماعی در ایران فردا. شب و روزتان خوش.